ندای درون. برنامه از دکتر فوجان زینی. دوشنبه و جمعه ساعت 12 به وقت لس آنجلس از AFM. ندای درون. ندای درون، برنامه از دکتر فوجان زینی، دوشنبه و جمعه ساعت 12 به وقت لس آنجلس از AFM. به برنامه ندای درون خوش آمدید. من دکتر فوجان زینی هستم و این برنامه برای شما و برای مسائل روانشناسی گفتگویی داریم با متخصصین راجع به مسائل زندگی شما و مسائلی که ممکنه همه شماها باهاش دست و پنجه نرم بکنین. خانم نسرین برخورداری که هم روان درمانگر هستن، هم متخصص پرورش کودکان، هم مریج اند فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج هستن. خوشحالم که دوباره با من اینجا هستن. منم خیلی ممنونم از دعوتتون. خیلی خوشحال میشم هر موقع که اینجا میام و سلام به همه شنوندگان و بینندگان عزیز هر جای دنیا که هستن. ما شانس این داریم چون رادیو تصویری هست اینجا که میتونیم هم شنونده شما باشیم، اگر که روی اینترنت فقط ما رو میشنویم و صدای ما رو میشنویم، و یا بینندگان ما که چه از صحنه تلویزیون چه از اینترنت با ما هستن. سوال هایی مطرح میکنید، ممنونم که به foojan@foojan.com ایمیلاتون رو میفرستین. برای برخی از ایمیل ها که یک مقداری بیشتر احتیاج دارم که هم تحقیقاتشون رو دریافت بکنم، همینی که متخصصین به خصوصی و پزشکان اینجا باشن، از اونها دعوت کردم و تقریبا تا 3 هفته دیگه چند تا از پزشکان عالی ما جزء متخصصینی خواهند بود که توی این برنامه خواهم بود، که مقداری از سوالهای شما که یه مقدار بیشتر به مسائل جسمانی ممکنه ربط پیدا بکنه رو اونها بتونن برای شما عزیزان پاسخ بدن. غیر از اون موارد دیگه‌ای بوده که مبحث‌های رو باز کردین، و یکی از مباحثی که به نظر من خیلی خیلی مورد نظر بوده توی ایمیل‌های شما، این تفاوت بین ارتباطات عشقی و ارتباطات جنسی هست. کسانی بوده وقت زمانی که راجع به مسائل جنسی ما صحبت کردیم، برای من ایمیل فرستادن و گفتن که اگر که یک نفر واقعا عاشق یک نفر دیگه باشه، حالت اتوماتیک ارتباط جنسی اونها عالی خواهد بود، و یا اینی که چرا صحبت نمی کنیم راجع به رومانس و اون رومانتیک کانسپتی که اون اوائلش میاد، و چون رومانس از بین میرد که روابط جنسی از بین میره. هفته پیش که توی آرشیو برنامه میتونین نگاه بکنین، و یا اگر جزو فیسبوک ادرس من باشین تمام اینها رو براتون میذاریم، در آرشیو رو میتونین نگاه کنین. هفته پیش یک مقداری از هلن فیشر که دکتراش یک دکتر انتروپولوژیست هست، و یک مقدار زیادی از تقریبا 1000 نفر از قسمت‌های مختلف، ممالک مختلف، فرهنگ‌های مختلف تحقیقاتی رو به وجود آورده رو براتون شروع کردم به صحبت، و امروز بیشتر روی تحقیقاتی که هلن فیشر انجام داده دوست داریم که صحبت بکنیم و مقدار این مسئله رو باز بکنیم. این مسئله سکشوالیتی، ارتباطات سکشوالیتی، ارتباط عشق، و کجاست که از هم جدا هستن و کجاست که به خاطر تغییرات شیمیایی که به وجود میارن یکسان به نظر میرسن، و به نظر من خیلی مهمه که بتونیم باز کنیم برای اشخاص. وقتی که من رفتم دنبال
واقعا ریسرچ و تحقیقات خانم دکتر هلن فیشر به یه جاهایی رسیدم که به نظرم خیلی جالب اومد و بعد دنبال روی اون رو دکتر کوزولینو صحبت کرده بود راجع به اینکه آدما چطور اصلا شروع میشه این حالتی که به هم دیگه جذب میشن و عاشق هم دیگه میشن و راجع به حالت‌های سگانه در واقع که یکی لاست هست که هوس و هوس انگیزه است و دیگری در واقع استیج دومش رومانتیک لاف هست که عاشق شدنه و استیج سوم اون اتچمنت که آدم ها به هم علاقه مند و وابسته باقی میمونن و یک اون با هم دیگه زندگی میکنن و تفاوت اینا رو صحبت کرده بود که ما میتونیم استیج به استیج به اینا نگاه بکنیم و امیدوارم من همیشه یه مقداری یادم میره انقدر هیجان زده میشم راجع به یه ماجرایی که یه چیز دیگه یادم میره و امیدوارم که تا آخر برنامه بتونیم این تفاوت لاست رومانتیک لاو و اتچمنت رو یه نگاهی بهش بکنیم که جواب این دوست عزیزم حتما داده بشه. بله. البته فیشر میگه که مقایسه میتونیم این دوتا رو با هم بکنیم ولی وقتی که عکس‌های مغزی رو گرفتن راجع به کسانی که فقط یک نفر ممکنه دوست داشته باشن یا اینی که نشناسنش اصلا و برای کسانی که عاشق شدن نگاه میکنیم میبینیم که بالا رفتن میزان هورمون دوپامین و نورادرنالین و پایین آمدن میزان هورمون سروتونین در مغز هست که بسیار مشخص کرده که وقتی که اون شخص عاشق یک نفر هست وقتی عکسش میاد و یادآوری به اون میاد چه جوری تپش قلب میگیره و تمام بدنش اتفاقی براش میفته و حالت مغزیش هم به حالتی هستش که فقط و فقط توجهش به اون آدمه انگار مثلا 99% زمان افکار اون شخص میاد توی ذهن و نمیتونه از ذهنش بیاره بیرون مثل یک اعتیادی میشه در اون لحظه که اتفاقا اتفاقی که برای مغز میفته عین همون گونه هستش که برای شخصی که معتاد میشه و مکررن به فکر اون ماده هستش که داره برش داره یعنی حال و هواش در مغز یکیه درسته که ما با من انسان ها معانی مختلفی به این میدیم ولی در حقیقت حال و هوایی که مقدار شیمی اتفاقای شیمیایی که در مغز میفته یه مقدار زیادی یکسان هستش. فیشر میگه خودش هم تصور میکرده که در اقراق میکرده راجع به این که آدم ها در عشقن و الکی دارن صحبت میکنن زیاد از حد این مسئله رو بزرگش دارن میکنن تا واقعا روی آمارهایی که نگاه کرده روی سکنهایی که نگاه کردن متوجه شدن که فعل و انفعالات مغز و بدن اینقدر تغییر پیدا میکنه که اون شخص واقعا فکر میکنه که کنترلی نداره. و دیگه سوالای دیگه که از فشار شده اینه که آیا واقعیت داره که ما هیچ کنترلی روی عاشق شدنمون نداریم و میگه که نداریم و اینو مشخصا میبینیم ولی مشکل تره کنترل کردنش به خاطر اینه که انقدر این فعل و انفعالات زیاده و اتوماتیکه که مغز ما این فرانتال کورتکس ما خیلی باید بیشتر فعالانه کار بکنه منطق رو جلوش بیاره سیستماتیکلی با منطق کار بکنه و رفتارهایی رو انجام بده که بتونه خودش رو از اون معشوق دور بکنه همون قدری که ما وقتی راجع به اعتیاد حرف میزنیم با اینی که بدن اون رو میخواد مغز اون رو میخواد چطور میتونه که با عقلش و رفتاری که به وجود میاره خودش رو دور بکنه و تغییر بده. خیلی ها شدن که عاشق یک نفر شدن که ما هنوزم نمیدونیم یعنی هیچ نوع تحقیقی هنوز نیومده که نشان دهنده این باشه که چرا ما عاشق یه گروهی از اشخاص میشیم یا چطوره که ما کمستری به خصوصی با گروه به خصوصی داریم ولی نشون داده شده که وقتی اون هست ولی از نظر منطقی ما نگاه میکنیم که این آدم به درد ما نمیخوره یا به درد اون رابطه‌ای که میخوایم نمیخوره اشخاص تونستن که با اینی که بسیار بسیار کشش به اون شخص داشتن و حتی عاشق اون شخص شدن تونستن به خاطر دلایل منطقی که متوجه شدن به درد نمیخوره تو این رابطه باشن کنترل کردن و خودشون رو کشیدن کنار.
حال و هواش مثل اینه که کنترل نمیشه چون مکررن میاد، ولی چون قسمت مختلفی از مغز رو در بر میگیره با قسمت دیگری از مغزمون و تغییر رفتارمون و معانی باز میتونیم اون رو کنترل کنیم. خیلی جالبه توی اتمتی که کردن که متوجه بشن که ما چرا عاشق یه نفر میشیم و عاشق کس دیگه ای نمیشیم، با وجودی که هنوز به اون کانکلوژن نرسیدن و به اندازه کافی واقعا همونجوری که شما فرمودین استادی نداریم، تحقیقات نداریم، ولی تحقیقات بسیار جالبی شده که سعی کنن بفهمن که چطور این اتفاقا میفته و به یکی دوتا موردی که متوجه شدن یه ادعی میگن که کسی که فوق‌العاده آشنا باشه ما عاشقشون نمیشیم، مثل خواهر، مثل برادر و منهای خواهر و برادر و مادر که اصلا این احساس از اول درمونم نیست، کازینا و توی این تحقیقات نشون داده شده بود که ما عاشق این کازینا نمیشیم. و یکی از این تحقیقات این بود که توی کیبوتسایی که توی اسرائیل هست و گروه های مختلف انسان ها که با هم دیگه فامیل نیستن با هم بزرگ میشن، بین هزارها انسان که توی این کیبوتسای مختلف با هم دیگه زندگی میکنن، فقط یکی یا دو تا از اون دو نفری که توی این کیبوتسا با هم دیگه بزرگ شده بودن به ازدواج کشیده و بقیه رفتن و با کس دیگه‌ای که توی کیبوتس دیگه‌ای بوده یا جای دیگه‌ای بوده به ازدواج رسیدن. من فوری اونجا نگاه کردم گفتم از این خبرها هم نیست، تو ایران هرچی دختر دایی و دختر خاله و دو پسر عمو اینا حتی عاشق می‌شدن، حرف از این فقط نبود که. و اون ماجراش چیه؟ و یه تحقیق دیگه دیدم که نوشته بود درسته که ما نمیخوایم زیاد آشنا بشیم و میستریس بودن، مرموز بودن با خودش یک مقدار جاذبه رو میاره و برای همین عشق رو به وجود میاره، ولی یه مقدارم میخوایم که مثل خودمون باشه، میخوایم که آشنا باشه، بنابراین ما عاشق یه آشنای غریبه یا غریبه آشنا میشیم که بسیار برای من جالب بود. برای همین شما میفرمایین هنوز تحقیقات واقعا به اونجا نرسیده و ما نمیدونیم چرا، ولی تحقیقاتی هم که داره انجام میشه بسیار جالبه. البته یه مقدار زیادی هم در محیط هایی که اونقدر دسترسی شاید نیست به دنیای خارج به عنوانی که آدم ها بتونن مکررن در کنار هم باشن، اشخاص رو به جایی میرسون که فقط میتونستن که ساعات زیادتری رو با گروهی که فامیلشون هست و در اجتماعات خانوادگی با هم باشن و در نتیجه میتشون رو، کسی که عاشقش میشدن رو به هر صورت از اون گروه انتخاب میکردن، چون اگر فرضاً مدارس ایران دخترونه پسرونه بود در نتیجه در محیط مدرسه نمیتونستن با کسی آشنا بشن، چون با محیط مدرسه آشنا نمیشدن پس دوستانی از جنس مخالف خودشون رو قرار نبودش که باهاشون رفت و آمدی داشته باشن، مهمونی های به خصوصی برن، جایی برن. وقتی که تازه تو دوران نوجوانی هستن مادر پدرها اجازه نمیدادن که کسی مهمونی بره، پارتی آدم های غریبه، متوجه این مهمونی های خانوادگی بودش که میرفتن. در نتیجه کسانی هم که دور و برشون بودن فقط این اشخاص بودن که هم سن خودشون باشن. درسته. که بخوان وقتی هورمونا داره میزنه بالا و زمان به هر صورت عاشقی هست تو اون دوره نوجوانی، تنها کسانی که میتونستن عاشقش بشن پسر خاله و پسر عمو و دختر خاله و دختر عمه بودش، برای اینکه اونا تنها گروهی بودن که حداقل یک معاشرتی با هم داشتن و این معاشرت مکررن داشت اتفاق میافتاد. حالا اوکی بودش که از کودکی اینو هم دیگر دیده بودن، ولی زمان نوجوانی به خاطر هورمونایی که به وجود میومد احساس جدیدتری داشت به وجود می اومد در اون لحظه که داشت یه نفر رو که هم سن خودش بود نگاه میکرد، تا قبلش که حالا مثلا 3-4 ساله بودن تو سرکله هم دیگه می زدن. و جالب اینجاست که توی اون فرهنگ ما هم چون پدر و مادرها خودشون هم این بچه ها رو به طرف هم میکشیدن، مثلا دختر خاله برای تو اسمش بریده شده، انشالله بزرگ بشین با هم دیگه ازدواج میکنین، و همون باعث میشد که دختر و پسرها با یک چشم دیگه، با یک دید دیگه به هم نگاه کنن و در واقع شروع کنن با هم دیگه با اون حالت فلرت کنن، با هم دیگه دلبری کنن برای هم دیگه. مرسی. دنبال این لغت ها میگشتم تو دیکشنری به لاس زدن رسیدم، دیدم اصلا دوست ندارم دلبری و عشق خیلی لغت های قشنگ
قشنگتریه واقعا برای هم دلبری و عشوه کنن. و به اینجا که رسیدم و صحبت از خانم هلن فیشر بود، برگشتم استادیو ایشون رو نگاه کردم و برگشتم گفتم من اصلا اگه این برنامه رو شروع کنیم از اینجا شروع میکنم. و الانم که وسط کار هستیم خیلی جالبه که بدونیم اصلا این دلبری و عشوه به چه صورتی بین انسان‌ها اتفاق میفته. و به تحقیقاتی رسیدم که بسیار برای خود من جالب بود و امیدوارم که برای بینندگان عزیزم جالب باشه. خب ببینید همه حیوانات در حقیقت مدل دلبریشون رو دارن، یکیشون سوت میکشه، یکیشون پرواش بلند میکنه. جالب بود من یه بار دو تا کبوتر سفید خودشون وارد خونه من شدن، اومدن نشستن توی اون حیاط و توی اون بالکنی که داشتم و یکیشون شروع کرد دور خودش میچرخید، مادهه دور خودش میچرخید و مرده این بالاشو باز کرده بود و هی سرشو میبرد پایین، سرشو میبرد بالا. که زیباترین رقص هایی بود که من داشتم میدیدم. بعدش هم مثل اینکه به هر صورت دلبرشون به یه جایی رسید و رفتن، حالا کجا رفتن رو نمیدونم. ولی میبینین که هر انیمالی، هر گروهی که در هر گروه از حیوانات یک نوع دلبری به خصوصی برای جذب اون یارش داره، که البته اکثر حیوانات وقتی که اون کار دارن انجام میدن برای هماغوشی و چه به خاطر لذتش به خاطر اینی که زمانی که میخوان هماغوشی بکنن برای تولید مثل هست. و خب انسان ها هم جدا از اون نیست، این دقیقا همین شرایط رو دارن که حالا بعدا مسائل دیگه ای رو ما از نظر معنویات و ساختاری که میخوایم توش باشیم، که فرزند بودن با هم و ازدواج کردن، معانی دیگه و درخواستهای دیگه، نیازهای دیگر رو در کنار این مسئله آوردیم. که خب شاید حیوانات مسائل مختلفی داشته باشن تا این نوع حیواناتی که داریم راجع به صحبت میکنیم. ولی خب بله، قسمت دلبری هم جزوی از مسئله خیلی نچرال ما ها و طبیعی ما هاست. راجع به دلبری و عشوه ها برای دوستان صحبت. اول اینکه بدن ما خودش به طور طبیعی با انسان‌های دیگه در واقع در یک مکاتبه هستش که بسیار زیباست. و به این مکاتبه که نگاه بکنیم، بذارین از ابروها شروع بکنیم که با بالا و پایین بردن ابروها ما چقدر به همدیگه کلو میدیم و دو نفرم که جذب همدیگه میشن به صورت سکشوال با پایین و بالا بردن ابروهاشون به همدیگه این کلو رو میدن که از همدیگه خوششون میاد یا نمیاد. بعد به طرف چشم ها بریم، چشمای ما برعکس تمام حیوانای دیگه توی دنیا، سفیدی چشمش بسیار زیاده و سیاهی یا رنگی بودن مردمک چشم برعکس اون سفیدی باعث میشه که دیگری متوجه بشه که جهت چشم ما کجاست و قصد و منظور ما از نگاه کردن به طرف چی هست. اگر خوشمون نمیاد فوری ما یک ذره آیلیدمون و اون پلکمون رو پایین میاریم و پایین رو نگاه میکنیم، یا اینکه برمیگردیم دیگری رو به صورت خیلی خشک بدون هیچ لبخندی نگاه میکنیم. و یا اینکه اگر که دوست داریم با یه دلبری، با یه حالتی، با یه حالت خیلی شیرینی نگاه میکنیم و بعد یه لبخند و بعد چشممون رو اون برمیزنیم، یعنی نه من نبودم، نگاه نکردم. و این دلبری با اون چشم و این سفیدی و سیاهی مردمک چشم میاد. بعد شکل بادومی چشم ما، اون شکل چشم ما که درازیش خیلی بیشتر هستش تا حیوانای دیگه. اکثر حیوانای دیگه چشماشون خیلی گردتره، مردمک چشمشون بسیار بزرگتره و سفیدی چشم رو ندارن. و دلیلش این هست که جهت دیدشون نباید مشخص باشه، برای اینکه اون وقت پردیتور، حیوانایی که میخوان اونا رو شکار کنن، زود متوجه میشن که اونا کجا هستن و اونا احتیاجی ندارن که تا این اندازه با حیوانات دیگه در تماس باشن که ما هستیم. و ما چون این مشکل رو نداریم ولی باید به صورت گروهی زندگی بکنیم و با همدیگه کامیونیکیت بکنیم، این حالت چشمهای ما به ما این کمک رو میکنه. تمام این تحقیقات از دکتر هدیه دکتر کوزولینا هستش که اتفاقا توی لس آنجلس توی پپرداین ایشون دارن درس میدن. بعد از اون سرخی گونه ما، بلاش به اون که میگن سرخ میشه، خجالت میکشه، و یا وقتی که قرمز میشیم، وقتی یه پسر داره از ما دخترها تعریف میکنه یا یک معشوق از عاشقش، چه دوتا دختر دوتا پسر هم اگر باشن، یه حالت سرخی، یه حالت شرم و حیا، یه حالت به خودمون میگیریم که بعضی وقتا نشونه این هست که منم خوشم اومده یا دوستت دارم یا میخوام که جذبت بکنم. بعضی وقتا از خجالت، بعضی وقتا هم برای جذب کردن هست.
بعد درشت شدن مردمه که چشم هم نمیخوام فراموش بکنم، خیره شدن به یک نفر، زل زدن به یک نفر که ما خانم دکتر هلن فیشر میگن که ما 18 نوع نگاه کردن داریم که یکیش 18 نوع لبخند زدن میبخشین داریم و نگاه کردن همونم بسیار متفاوت هستش و چندین نوع مختلف نگاه کردن رو داریم که بعضی هاش حالت اون سکچوال رو میدن و کلوی این رو میدن که من آماده این هستم که تو من رو بخوای دعوت بکنی به این که جذبت بشم و باهات توی اون جاده را بیام، و بعضی نگاه ها فقط خیلی تو رو پس میزنن و میگن من اصلا این آمادگی رو ندارم و خیلی خوش صورت رو نشون میده که من وارد اون مرحله نمیشم. حالت لبخند های لبخند هم بسیار مهمه. خیلی وقتا چشم با اون چشم هست که وقتی ما چشم گرم یک نفر رو متوجه خودمون میبینیم و ما هم میخوایم که جواب بدیم، بعد شروع میکنیم به لبخند زدن. بنابراین اون نگاه هست که پریکرسر هست که ما رو تقریبا وادار میکنه به این که این لبخند بعدی رو بزنیم که پذیرای حرکت بعدی کسی بشه که میخواد ما رو جذب خودش بکنه. و بعد میریم سراغ لبخند زدن ها که انواع مختلف داره. یکی لبخند سیمپل، سیمپل سمایل که تقریبا دندونا نشون داده نمیشه، لبا بسته است و این لبخند فقط داره خیلی مؤدبانه به کسی داره سلام عرض میکنه یا داره به کسی میگه که من پذیرای شما به صورت مؤدبانه هستم. بعد آپر سمایل هستش که دندونای بالا نشون داده میشه و این لبخند پذیرای بیشتر هست و داره یه پیغامی رو میده که من بیشتر از یه حالت معمولی و بیشتر از یه حالت تعارف پذیرای تو هستم. لبخند بعدی رو بهش میگن اوپن سمایل که تمام دندونا نشون داده میشه و اون داره جسچر اینو میده که من کاملا پذیرای تو هستم و اگر تو میخوای که با من شروع بکنی این بازی جذب شدن رو، من کاملا دارم واردش میشم. و بعد خنده کاملا کامل هست که جذابیت خودش رو داره، شادی خودش رو داره و با صدایی که ما بهش میگیم گیگلینگ، خندیدن که صدا هم باهاش میاد که طرف رو اصلا میخوایم متوجه و جذب خودمون بکنیم و بنابراین یک پله حتی بیشتر میریم. نشون دادن اینه که من کاملا باز هستم به این درخواست تو، هم اگر این درخواست تو هست پس I'm open to it. دقیقا همین هستش. و بعد نگاه کردن و لبخندهای به خصوصی هست که در شروع داشتن سیکس خودش حالت خودش رو داره که اصلا بهش میگن نگاه های جاذبه عشقی، که دو نفر به هم جوری نگاه میکنن که دارن واقعا از اونجا آماده میشن برای اینکه وارد اون عملیات آمیزش بشن. بنابراین این نگاه میتونه لولای بسیار مختلفی داشته باشه و هر کدوم نگاه های ما معنیای خاص خودش رو داره و رول بسیار بسیار مهمی رو برای این جذب شدن و با هم بودن و آمیزش داشتن رو بازی میکنه. بعد بدن ما هست که مردی که میخواد دیگری رو، خانمی رو متوجه خودش بکنه، یه حالت خاصی راه میره، پهلو و سینه‌شو بیرون میده، خیلی صاف و محکم و با اعتماد به نفس راه میره، نوع ماشینی که میرونه یا لباسی رو که میپوشه علامت این هست که من موفق هستم، چون زنا به صورت طبیعی دنبال مردی میگردن که ناناور باشه و موفقیت یکی از علائم اون هستش. خانم ها به نوبه خودشون نوعی که لباس میپوشن آرایش میکنن و میخوان زیبایی و سلامت، بلاش روی گونه هاشون میمالن چون سرخی گونه علامت سلامت هست که اونا بارور خواهند شد و فرزند خواهند آورد، و جوری که حتی لباس میپوشن و راه میرن میخوان که طرف رو جذب خودشون بکنن و این سلامت بدنی رو، پیغام این سلامت بدنی رو به آقایون بدن. و اینا مسائلیه که به نظر میاد بسیار بسیار ناخودآگاه داره اتفاق میفته و در اشخاص به خصوص و حتی میتونیم بگیم در فرهنگ های به خصوص بعضی موقع ها این علائم متفاوته. برای بعضی از فرهنگ هایی که بازتر هست و مثل فرهنگ های غرب، بعضی موقع میبینیم که جلو اومدن زن و مشخص نشون دادن اینی که اون هم راغب هست به اینی که در این رابطه باشه، مستقیم بودن اون اتفاقا
توجه بیشتری میگیره، جاذبه بیشتری داره در فرهنگ‌های شرق که قاعدتاً نجابت زن خیلی مسئله مهمی بوده. مدلی که ممکنه چشمشو بالا بیاره، بعد قایم بکنه، بعد فرار بکنه، بعد یک گیگل بکنه، بعد دوباره فرار بکنه و اگر حتی مستقیم جلو بیاد دقیقاً اون مرد ممکنه زده بشه، چون اون مدل شکار کردن برای اون خیلی خیلی جالب تره، در حالی که همون زن اگر این رفتارها و این بازیها رو در فضای مثلا غرب انجام بده، مردهای غربی رو ممکنه که پوتاف بکنه و بگه این یه بچه است، مثلا خوشم نمیاد که توی وارد این بازی بشم. در نتیجه با اینی که یه مقدار زیادی از اینها حالت طبیعی خودش رو داره برای همه ماها در هر جایی، ولی فرهنگ‌های مختلف نسبت به معانی که به مسئله پارتنرشیپ، با هم بودن، یار بودن، ازدواج و ارتباط جنسی و ازدواج گذاشتن، گیمای خودش رو به وجود میاره، ارتباطهای خودش رو به وجود میاره که اشخاص توی اون مدل بازی ها هم به خاطر اون فرهنگشون جا میفتن و از اونجاست که نشون میده. مثلا فرهنگ هست که میگه که زن حتی میتونه درخواست بکنه و خیلی بیشتر شده باز توی فضای غرب که میتونه درخواست بکنه مستقیم بره سراغ یک نفر و درخواست بکنه که باهاش بیرون بره، حتی اگر اون شخص اصلا حواسش نباشه. در بعضی از فرهنگ ها این نه تنها امکان پذیر نیست بلکه زننده است. در نتیجه دیدگاه اینه که توی حالا فرهنگ ایرانی و حتی من فکرم فرهنگ ایرانی اون بازی هایی که امروزه داره اتفاق میفته در خود ایران خیلی متفاوته با بازی هایی که داره اتفاق میفته فرزن با برای ایرانی هایی که در امریکا هستن یا در ژاپن هستن یا در اروپا، مالزی، جاهای مختلف هستن، چون اون فرهنگ به هر صورت گرفتار فرهنگ میزبان هم میشه. یعنی کسایی که در امریکا هستن چون یه مقدار در اینجا دارن بزرگ میشن، یه مقدار فرهنگ میزبان تأثیر میذاره روی اون کارهایی که میکنن و طریقی که برخورد میکنن در قسمت اول جذب شدن به هم دیگه. خیلی از این کارهایی که ما میکنیم کاملا توی دی ان ای ما هستش و یه مقدار زیاد همینجور که شما فرمودین و خانم هلن فیشر هم مرتبا میگن که بیشتر تحقیقات ایشون توی آمریکا بوده و توی دنیای غرب و خیلی چیزاش هم کالچورال هست. جالب اینه که راجع به یک قبیله آفریقایی داشتم میخوندم، اونا برای اینکه دلبری بکنن خانم‌ها چشماشون رو چپ میکنن که من اصلا اینو نمیتونستم بفهمم و وقتی بگم در ایران زیاد جالب باشه که ولی حتی وقتی که کتابی رو که من خریدم داشتم راجبش میخوندم، عکس روش این خانم بود با اون پر و اون کاستوم آفریقایی و چشمای چپ و شوهرم نگاهی رو میز کرد گفت تو رو خدا این کتابو بردار، اصلا من خورد شد. گفتم داره برای دلبری میکنه، این قراره تو رو جذب کنه، که هر دو قش قش خندیدیم و واقعا سخت بود نگاه کردن به این عکس. مثل که ایشون بیمار هستن یا مشکلی دارن یا به هر حال عصبانی هستن و این قراره که سیگنالی باشه برای آقایی که قراره ایشون رو سکشوالی جذب بکنن. و خیلی از این مسائل همینجوری که گفتیم که کالچرهای مختلف بسیار متفاوت هستش. یه قسمتی اون جذب شدن فقط و فقط میل به جذب شدن سکسی هست و جنسی هست که اولش که دو نفر هم دیگر رو میبینن اون جذب شدنشون فقط و فقط به میل جنسی. باز هم هنوز به هیچ عنوان در هیچ جای در هیچ تحقیقی ما نتونستیم پیدا بکنیم که نشان دهنده این باشه که چطوره که ما این کمیستری رو برای این شخص به خصوص که حتی اگر به تمام استانداردهای دیگه به ما بخوره یا نخوره به وجود میاریم و به یک نفر دیگه به وجود نمیاریم. خب پس قسمت اولش فقط و فقط کمیستریه، کمیکال اینتراکشن. قسمت دومش اینه که این کورتریپ رو به وجود میارن و میبینن که آیا میتونن با هم دیگه مچ بشن یا نشن. دقیقاً یادم نره اینو قبل از اینکه از لبخند و نگاه بگذریم، خانم دکتر هلن فیشر این رو گفتن و بسیار بر من جالبه که میگن نگاه یک نفر وقتی دو نفر به هم یه نگاه میکنن
فقط دو تا مسیج رو به مغز میرسونه و یکیش این هست که آیا اپروچ کنم و دیگری این که آیا عقب بکشم. بنابراین هر موقع ما به هم نگاه میکنیم اگر با لبخند همراه بشه، یعنی اینکه منو اپروچ بکن یا من میخوام که تو به من اپروچ کنی، و اگر با حالت جدی یا سرمونو برمیگردونیم یا پلکمونو پایین میکشیم، اینه که عقب بکش. و این دوتا مسیج رو مغز ما از دو جا، از چشم و لبخند میگیره. و تمام اینا جزء اون استیج اول این کورتشیپ، این آمیزش، این جذب شدن به همدیگه هستش که گفتیم راه رفتن یه جزئی هست. برای خانوما موهاشون رو جا به جا میکنن، سرشون رو کج میکنن برای که این اتنشن رو بگیرن و نوع خاصی راه میرن و تمام اینا برای گرفتن اتنشن هست. استیج دوم شناسایی هستش که حالا دیگه من تو رو دیدم، تو منو دیدی، ما متوجه هستیم که همدیگر رو میخواین و بدنمون رو به طرف همدیگه پوزیشن میکنیم که مثلا من اگر اینجوری ایستادم و تو اونجوری، یه مقداری خودم رو جیجوری پوزیشن میکنم که تو به طرف من بیایی و بخوای با من صحبت بکنی و خودم رو اویلیبل نشون میدم. استیج سوم اینیشیشن آف کانورسیشن، شروع صحبت هستش که خیلی جسارت میخواد، خیلی ریسک میخواد و توی اون کالچرایی که این کار رویشونه یا آقایون میفته، یه مقدار خیلی زیادی باید هنوز مطمئن نیستن و با وجودی که این کلوها رو گرفتن هنوز روی شونه اونا میفته که این جسارت رو به خرج بدن و به طرف شخص برن و کانورسیشن رو اصولا با یک جملاتی شروع بکنن که احتیاج باشه به این که جواب بگیرن. مثلا تعریف میکنن که شما توجه من رو گرفتین، قدتون بلنده یا زیبا هستین، یا یک کامپلیمنت، یا لباس قشنگی پوشیدین، یا صحبتی که داشتین میکردین توجه من رو گرفت، بر من جالب بود و دوست داشتم بیشتر راجبش بدونم. و یا اینکه سوال میکنن کجا دانشگاه میرین، رشتتون چیه، چه کار میکنین، یه چیزی که اون کانورسیشن رو شروع بکنه و با سوالی شروع میشه که احتیاج به جواب باشه. و این استیج ها خیلی آسونتره وقتی که قاعدتا در فضایی هستن که یک چیزی رو میتونن رفت بدن. یکی از شاید جالبترین و بعضی موقع سختترین و خنددارترین مکالمه ها زمانی هستش که کسانی هستن که جوونن و حالا زمان ما که دیسکو میرفتن میدونین چند سالمونه، یا بار میرن یا جاهایی میرن که میخوان همدیگر رو آشنا بشن و اصلا همدیگر نمیشناسن، فقط همین حالت چشم و لبخند رو میزنن و برن دور میزنن و تو ذهنیتش هی مشخص میکنن چه جمله ای رو من الان باید بگم که برم، یا اگر اون طرف اومد چه جمله ای گفت من باید چی پس بدم. و جالبه که بسیار بسیار که جملات کلیشه‌ای به خصوصی به وجود اومده که خیلی ها they subscribe to it، میرن و از اونها استفاده میکنن و بعد میبینن که چجوری باید این جمله های کلیشه‌ای قسمتی از وجود خودشون هم درون بذارن. و کسانی چارمینگ ترن و میتونن این رو جلو ببرن که فلبداهه میتونن از مسائلی که وجود داره فضایی رو به وجود بیارن، شوخی، هیومر، حاضر جواب. اون نوع مهارت ها قاعدتا مهارت هایی که بیشتر فضای دلبری رو در این قسمت به وجود میاره. بهتون بگم خیلی وقتا هم اون آروم بودن، شرم و حیا داشتن، ساکت بودن، یه سنگینی و کلاسی خاص داشتن یه کسایی رو بسیار جذب میکنه و بنابراین الزاماً یک جور دیگه نیست. بله اون کسی که شوخ خوشش نیست، آره هر کسی گروه خودش رو در حقیقت به خودش جذب میکنه. بنابراین نگران نباشین که او من اینجوری نیستم بنابراین کسی رو جذب نخواهم کرد. همیشه ما آدم ها بسیار متفاوتیم ولی از یک لحاظایی هم بسیار شبیه و بعضی همون این شباهت و تفاوت هاست که ما رو به یک صورت مرموزی که هنوزم کشف نشده چطوری ما رو جذب هم دیگه میکنه، ولی جا همیشه بر همه تایپ تقریبا هست، وجود داره. ولی خانم برخورداری، من الان خیلی از جوانهایی که توی همین سنین فکر کنیم مثلا 20-21 ساله هستن که تو مطب من میان، به یکی از بزرگترین گرفتاری هاشون اینه که به هر صورت در رقابت هستن این گروه با گروه دیگه‌ای بیرون برای همون اشخاص. مثلا اگر تو دانشگاه دارن میرن فرزن و دلشون میخواد که حتما یک یاری رو به دست بیارن و این نوع مهارت‌های دلبری رو که داشتیم میگفتیم و عناوین مختلف رو ندارن، میبینین که عقب میافتن. یعنی اگر که یک خانومی هست و از این دختر خانوم
چهار نفر پنج نفر توی همون کلاس یا تو همون گروه دلشون میخواد که این رو جذب بکنن، برصد کسی که مهارتش بهتره جلو میره و این فضا رو به وجود میاره، بله. و کسی که این مهارت ها رو نداره عقب میمونه. مثل هر چیز دیگه ای در زندگی که ما برای موفق شدن در اون قسمت احتیاج داریم که اون مهارت رو پیدا کنیم، قاعدتا باید پیدا کنیم. حالا کتاب ها هست، ویدیو ها هست، فیلم ها هستش که ممکنه تو فیلم هایی که نه فیلم های پورنوگرافی رو نمیگم چون اونجا رفتی به دلبری اون مسئله نداره، ولی فیلم هایی که فیلم های عاشقانه، بله. که نشون داده میشه که آدم ها چجوری هم نگر جذب میکنن، کتاب هایی که دقیقا برای نوجوانان داره نوشته میشه و جملاتی رو میگه، کتاب هایی که مال رومنسه، اون قدیما هارلکوین بود و خیلی از اینا بودش که جملاتی رو مطرح میکرد، طریقی که آدم ها چجوری به هم برخورد کنن و بعد با نگاه کردن، چون خیلی چیزا رو ما از پدر مادرمون یاد میگیریم ولی غالبا زمان کورتشیپ اونا ما نبودیم و غالبا هم اگرم بودیم مدل و ورژنی که شاید 30 سال پیش مود بود که این اتفاق بیفته خیلی متفاوته تا امروز. در نتیجه با سن خودمون با اون جایگاهی که هستیم باید نگاه کنیم که مهارت هامون رو چجوری قوی تر کنیم برای اینی که بتونیم آپشنای بیشتری داشته باشیم وقتی مهارت داریم. وقتی مهارت رو نداریم مشخصا مقدار امکاناتی که بیرون ممکنه باشه و کسانی رو که بتونیم جذب کنیم کمتر هستش. یک کتاب روانشناسی بسیار جالب هست به انگلیسی به اسم Queen Bees and Wannabes. این برای دخترایی هست که توی دبیرستان بسیار معروف هستن، بسیار قابل دوست داشتنی هستن و پاپیولر میشه، یه لغت خیلی جالب داره، خیلی همه میخوانشون، خیلی همه دوستشون دارن. و یه گروه دیگه که میخوان که ملکه باشن، کوین بی یعنی ملکه بودن، وانو بی یعنی اونایی که میخوان ملکه باشن و متاسفانه این قدرت رو ندارن. و این کتاب خیلی کمک میکنه برای اینکه به روحیه این دو گروه نگاه بشه و کمک بشه به اینکه چطور اونایی که ندارن بتونن این سوشال اسکیل رو، این مهارت هایی رو که لازم دارن برای پیدا کردن دوست و جذب کردن همراه توی گروه خودشون حتی بین دخترها و پسرها هم به دست بیارن. یکی از مواردی که باعث شده مقدار زیادی از ازدواج هایی که من صدا میکنم وارداتی است، ازدواج هایی که اشخاص از ممالک دیگر زندگی میکنن میرن از ایران همسر میگیرن و برمیگردن، به خاطر این شده که مهارت هایی رو که در اجتماعی که فرضاً توی لس آنجلس زندگی میکردن، امریکا زندگی میکردن، اروپا، ژاپن، جاهای مختلفی که هستن و مهارتی رو که باید در اون زمان پیدا میکردن که جذب بکنن یار خودشون رو در اون محیط نداشتن، نیافتن، دنبالش نرفتن و پیدا نکردن و یا یاد نگرفتن و بعد دیدن آسونتره که برم به قبیله خودم، جایی که میدونم چه جوری باید انجام بشه، یا برمیگردم به فضای سنتی که اصلا من احتیاج نبوده این کارا رو بکنم. مادر و پدر و خانواده میرن دو نفر رو پیدا میکنن در کنار هم و سر جریان حل میشه و بعد از یعنی قسمت این مهارت رو چون ندارم بایپاس میکنم، از کنارش رد میشم، اون عروس یا داماد رو میارم و تازه از اونجا میخوام رابطه رو شروع بکنم. و خود این مهارت به دست نیاوردن میبینیم که باعث اینجور مسائل هم شده که درصد ناموفق بودن این ازدواج و ارتباطات هم بسیار بسیار زیاده. خب مثل که 3 دقیقه بیشتر وقت نداری. That's it. همین. بله مثل که بقیهش قراره بره دوشنبه دیگه. چشم بقیه این جمله یه چیز خیلی مهم که دوست دارم از امروز به خصوص اوایل صحبت شما راجع به لاو اند سکس بود و دوست داشتم حتما این پیغامو بدم. خانم دکتر هلن فیشر صحبت از این میکنن که برعکس اون چیزی که ما ممکنه فکر بکنیم، انرژی و قدرت و قدرت عشق در وجود ما بسیار 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 مهمتر و قویتره تا سکس. عشق آدم‌ها راجبش شعر می‌نویسن، کتاب نوشتن، رمانس راجبش نقاشی شده، راجبش مجسمه سازی شده، توی شعرها، توی آهنگ‌ها، توی فیلم‌ها، توی تئاترها راجب عشق صحبت‌های بسیار زیادی شده و آدم‌ها خیلی راحت حاضرن برای عشقشون، برای کسی که عاشقشن بمیرن و یا دست به خودکشی می‌زنن و یا حتی قتل وقتی که ریجکت میشن، در حالی که کسی که سکس ریجکت میشن، کسی که خواهش می‌کنه با کسی
کسی بخوابه و اون رد میکنه، هیچ وقت قصد دست به خودکشی برای اینکه کسی باهاش نخوابیده نمیزنه. و باید متوجه این جریان باشیم که قدرت عشق بین انسانها و توی زندگی انسانها بسیار 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 نقش قوی تری داره. نقش قوی تری داره، ولی خب چون قول ما به شما اینه که این دوتا مبحث رو از هم دیگه جدا بکنیم. عشق شرایط خودش رو، دیدگاه خودش رو، احساسات خودش رو داره، ارتباط جنسی، دلایل و احساسات و شرایط خودش رو داره. از نظر فیزیولوژی بدن و کمستری بدن خیلی موقع ها در کنار هم میاد، یکسان میشه و کجاست که میتونه این دوتا در کنار هم فضای خیلی خیلی زیباتری بگیره. ولی خب غیر از اونم در جدا از هم هر کدومشون هم میتونه زیبایی های خودش رو داشته باشه. میگفتن خیلی بیشتره، میخواستم بتونم به شما بگم که بزرگترین اینداستری هم که پول بالاش میره در حقیقت سکشوالیتی و پورنوگرافیه، که تازه عشق داره در کنار اون داره سعی میکنه با ولنتاین کاری بکنه، ولی هنوز نتونسته فقط به پای سکس از نظر اینداستری برسه. برشاد مرسی از اینه که یک دوشنبه دیگه با ما بودین راجع به ارتباطات جنسی و عشق، و هفته آینده دوباره با خانم برخورداری این مبحث رو کامل میکنیم و بعد از اون دیگه میریم سراغ باز یک سری از سوالهای شما. هر سوالی که دارید، حتی اگر هفته بعدش جزو جوابهای ما نباشه، خیالتون راحت باشه که نشسته توی صف تا متخصصش بیاد و با هم دیگه گفتگوی داشته باشید. تمام سوالهای خودتون حتما به foojan@foojan.com یا به فیسبوک دکتر فوجان زین توی فیسبوک برین و به اونجا بنویسید تا بتونیم که حتما جوابهای شما رو از متخصصین بگیریم و در کنار شما باشیم. روز و شبتون خوش. خداحافظ. Diamonds by Miriam، خانم مریم اسکویان با سابقه چندین ساله در ساخت جواهرات و سبک جدید و قدیمی با مرغوب ترین سنگ های گرانبها در تاستن، کالیفرنیا، جوری مارت، اورنج کانی. با شماره تلفن های 714-425-6642 و 714-665-8551 تماس حاصل فرمایید. طلای 18، طلای 14 و پلاتینم، کاستم دیزاین، ویدینگ بندز، پرلز، واچز. ما طلا و جواهرات شما را خریداریم. از سایت ما دیدن فرمایید. www.diamondsbymiriam.com. تعمیرگاه اتومبیل اسی، تعمیرگاهی در برگیرنده کلیه سرویس ها، تعویض لنت ترمز، تعویض روغن، تعویض اگزوز، تعمیر گیربوکس، صافکاری و نقاشی، بالانس چرخها، شستشوی موتور، میزان فرمان، قیرپاشی اتومبیل، سرتیفای امیشن تست و کلیه کارهای برقی اتومبیل با ضمانت 100% کار. تعمیرگاه اتومبیل اسی مناسبترین قیمت و بهترین سرویس را ضمانت می کند. تعمیرگاه اتومبیل اسی با بیش از 30 سال سابقه درخشان در کانادا به مدیریت اسماعیل میرترابی در خدمت شماست. تعمیرگاه اسی واقع در 127 خیابان سنتر، شمال میجر مکنزی، شرق خیابان یانگ در ریچموند. تلفن تعمیرگاه اسی 905 508 00